سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهمان هستم، خیلی خوش اومدین به ریاکتیونز. آقا تو این ویدیو قراره که بریم موزیک یکی باشه از میثم ابراهیمی گوش کنیم و بهش ریاکشنشون بدیم. تو این یک هفته ای که من نبودم و رفته بودم تهران، چند تا موزیک جدید منتشر شد. از قبلیام یه چند تا هستش که هنوز فرصت نشد من ریاکشنشون بدم. خیلیتون از من میثم ابراهیمی خواستین، بغل دو فکر کنم از احمد سولو، که اینا رو بچه حواسم هست ویدیوشو برای شما میگیرم و براتون آپلود میکنم که لذت ببرین. چیزی که هستش فقط ازتون صبر میخوام و اینکه اجازه بدین سر فرصت من ویدیو رو بگیرم. واقعا سرم خیلی شلوغه و تمام تلاشم دارم میکنم که ویدیوهایی که ازم میخواین خیلی زود براتون آپلود کنم و زیاد به قول معروف عقب نیفته، فاصله نیفته. چیزی که هستش ازتون میخوام حتما حتما کانال اول منو حواستون باشه، آرمان عفیف اسمشه، بریم ویدیوهاشو ببینین. شنبه و سه شنبه من هر شنبه سه شنبه که دارم تو این کانال ویدیو میذارم، پشت سرش تو کانال اولم، چون این ریاکتیونز کانال دومم در است، اونجا من ویدیو رو براتون میذارم. تو اوترو ویدیوهای ریاکتیونز من لینکش میکنم که حتما برید نگاه کنین، اونم بیارین بالا دیگه همراه با ریاکتیونز فعالیت داشته باشه. اونجا بیشتر ریاکشن های فام میذارم. حالا ایدایی که دارین حتما تو کامنت برام بنویسین اونجا که براتون ویدیوی فام بگیرم و بیشتر از مطالعه من لذت ببرین. به هر حال بزن بریم که ویدیو رو بگیریم. قبل از ویدیو شروع کنم حتما از چرا وقت بذارین کانال من سابسکرایب کنین، علامه زنگوله فعال کن، ویدیوام لایک کن، اینستا من این بالا میاد بچه‌ها، حتما بریم فالو کنین. لینک کانال اولام که دیگه تو دیسکریپشن هست، اونم برین ساب بزنین که هر هفته دو تا ویدیو داریم که از دیدنش لذت ببرین. به هر حال برو بریم. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از کاور موزیک یکی باشه از میثم ابراهیمی. خودشی می‌بینین کلا همونجوری که یادتون باشه از رو بیفته. میثم ابراهیمی همیشه کاوراش یه شات از خودشه. اون بالا یه دونه لوگو زده برای نماهنگ، نواهنگ نمیدونم یه شرکتیه، ظاهرم فکر کنم مجوزش گرفته، زیاد مشخص نیست. خودش میبینید یکی باشه از میثم ابراهیمی، ارنجمنت و میکس مستر مسعود جهانی طبق معمول، شعر و ملودی از مجید رضوی. با جالب باشه، مجید رضوی خیلی ترانه‌های قوی داره، من گوش کردم. چون گیتارش مشتبه تقی پور، عکسش آپتیم فیلم، نکنه آپتیم حسینی باشه دوستمون. کاور آرتش هم از آقای ام زینول آبدینی، محمد بود فکر کنم محمد بود اگه اشتباه نکنم، یه بار فکر کنم با هم صحبت کنیم. به هر حال جالبه، موهاش هم که فر کرده و خیلی تیپ قشنگی زده. به هر حال بزن بریم که خود موزیک گوش کنیم که ببینیم میثم ابراهیمی چیکار کرده. خیلی خوب، صدا چرا انقدر کمه بچه ها؟ آها، دلم میخواست از اونا که دلش صافه چشاش پاکه همونی تو. چه لباس خوشگلی پوشیده. آخر شدم، بله نگفتم آپتیم حسینی رفیقمه. صورت مهربونت، اون خنده های خوشگلی چقدر خوبه، حرف میزنی با هم با لحنه بچه گونه، لج بازی زمیه تنده داره لبت میخنده، آره اینجاش قشنگه قشنگه قشنگه. خیلی خوب، حالا موزیک اصلی رو شروع کنیم چیکار کرد. بچه تیزرش خیلی قشنگ بود، اصلا نتونستم زیاد زمانش صحبت کنم، خیلی ایده جالب داشت. بعد نوشته بود موزیک ویدیو، فکر کنم باید منتظر موزیک ویدیو باشیم. بازتر و تازه از اون اول واسه خودم باشه، دلم میخواست از اونا که دلش صافه چشاش پاکه همونی تو، آخر شدم. خیلی خوشحالم که میثم ابراهیمی انقدر فعاله، یعنی در طول سال ما اگه بگیم 12 تا ما داریم، این 10 ماشه موزیک داره و همیشه هم موزیکایی که تولید میکنه موزیکای قوی و خیلی خوبه، یعنی به دل میشینه همش، اینجوری نیست که بگیم یو خیلی افت کنه، خیلی کم پیش بیاد. خب این خیلی برام جذابه که آرتیست مثل میثم ابراهیمی داریم. صورت مهربون، به به، اون خنده های خوشگل و دلبرونه، به به، چقدر خوب زنی با هم با لحنه بچه گونه، لج بازی تمیه تنده داره لبات میخنده، تنظیمش خیلی قشنگه، آره اینجاش قشنگه. هرکی تو رو دیدت تست و میگه چشمای بد و توی خوشگل خودم که، لج بازی تنظیمش خیلی با ملودی سینک، اصلا عالی. جزئیات معلومه مسعود جهانی اینجا دیگه دقت کرد و اجرا داشت قشنگ. در لبات میخنده، آره اینجاش قشنگه. هر کی تو رو دیدت تست و
میگه چشمای بد و توی خوشگل خودم که اوه گیتار الکتریکه خیلی قشنگه اوورتوش بچه خیلی قویه عشقم شدی مثل تو نیول نکنی دستمو جدی بگی حرفمو من دلم میخواد تو رو این بار جلو همه حتی شعرش خیلی قوی. من ترانه‌هایی که از مجید رضوی گوش کردم یه دونه موزیک بود که ویدیو گرفتم حالا مجبور شدیم پاک کنیم خیلی قویه و اینجا خیلی خوب کار کرده. اینش حالیه اون خنده های خوشگل و دل برونه. شما الان خودتون این تیکه حالا وکال یا ترانه رو با صدای مجید رضوی قشنگ فکر کنی میفهمی قشنگ خود مجید رضوی این ترانه رو گفته، چون یه وقتایی حالا من همچین حسی دارم وقتی یه موزیک گوش میکنم اون ترانه منو یاد یه خواننده میندازه که خودش هم ترانه سرا جدا از خوانندگی و خیلی واسه می اتفاق افتاده. این ترانه هم که الان دارم گوش میکنم قشنگ مجید رضوی رو واقعا میاره تو ذهنم، چون حالا موزیکاشو نشستم گوش کردم اون سبکشو قشنگ میتونم یه خطی بگیرم و خیلی راحت دنبالش کنم و بفهمم که آقا مثلا این ترانه واسه مجید رضوی. بعضی وقتا این پیش میاد، حالا واسه من اینجوری، حالا واسه شما نمیدونم، ولی خیلی واضحه که این ترانه واسه مجید رضویه. آخ که چقدر خوبه حرف میزنی با هم با لحن بچه گونه لج بازی کمی تنده در لبات میخنده آره اینجاش قشنگه راست میگه اینجاش قشنگه دیگه میگه چشمای بد و توی خوشگل خودم که لج بازیه. میبینید اینجا چقدر تنظیمش قشنگ شده، همچین تو تا تا از موزیک میبینی یا عالمه صدای درام و اینا داریم، نگاه کنید خیلی جذابه. بازیه کمی تنده در لبات میخنده آره اینجاش قشنگه هرگی تو رو دیدت تصدور میگه چشمای بد و توی خوشگل خودم که بسی؟ لج بازی خیلی شلوغه عالیه در لبات میخنده آره اینجاش قشنگه تکرارش هم دوست دارم میگه چشمای بد و توی خوشگل خودم که بح بح. خیلی قشنگ بود واقعا تنظیم عالی بود. ابراهیمی مسعود جهانی اوه دمتون گرم آقا، دمتون گرم، مرسی که تا اینجا همراه بودین. اینم از موزیک یکی باشه از میثم ابراهیمی. امروز موزیکایی که گوش کردیم خیلی قوی بود و اصلا جای ایراد گرفتن نداره. تیزرش هم خیلی قشنگ بود و معلومه موزیک ویدیو داره. ایدهش هم خیلی جذاب بود، خیلی قشنگ به این حالا هوا میخورد. خیلی جالب بود که مثلا اومده از باشگاه بیرون و سوار ماشین شد و یه دونه نامه گذاشته رو چیز ماشینش رو داره دنبالش میکنه. خیلی برام جذاب بود. شعرش هم که عالیه، یعنی مجید رضوی واقعا خودش هم موزیکایی که میخونه دو تا موزیک داره که واقعا هیت شده تو ایران به خاطر ترانه قویی که داشت، جدا از بحث صداش. همین دیگه، واقعا بیشتر از این در مورد میثم ابراهیمی من نکته‌ای نمیرم که بخوام تو این حالا موزیک بگم. خیلی عالی بود، مرسی که تا اینجا بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. در آخر از میخوام که حتما من چالش وقت بذارین، کانال من سابسکرایب کنین، انوازن گروه فعال کن، این ویدیو لایک کن و تو کامنت نظرات رو برام بنویس. اگر از موزیک قبلی میثم ابراهیمی بقیه خواننده دوست دارین که بهش ریاکشن نشون بدم تو کامنت برام بنویسین. کامنت دیسم بذارین، اینستا من این بالا میاد بچا حتما برین فالو کنین. لینک کانال اولمون که دیگه تو دیسکریپشن گذاشتم، اونم برین ساب بزنین. هفته دو تا ویدیو داریم، یا ابوالفضل یا باش آرمان، انرژی داشته باش بول نکن، دو تا ویدیو داریم و اونجا هم برین بچا ساب بزنین، ازم حمایت کنین. اون اگه مثل ریاکتونز خیلی زود بیاد بالا، حالا الان 670 خوردیم و روی ریاکتیونز ساب داریم و اگر لطف کنین از هر ویدیو برین ساب بزنین، خیلی زود فکر می‌کنم تو 3 ماه آینده بتونیم اون کانال هم بیاریم بالای 400-500 تا ساب و خب ویوهای خیلی بهتر. و چیزی که ازش نیاز دارم واقعا اونجا ازم حمایت کنین که اونم مثل ریاکتیونز خیلی زود برسونیم به درآمد که من بتونم به حال یه ادیتور خوب بگیرم واسه ویدیوام که ادیتور قشنگتری از
من ببینید، چون واقعا خودم نمیرسم ادیت بزنم. حتی ادیت های ریاکتیونز اگه دقت کرده باشی خیلی ساده تر شده نسبت قبل و واقعا سرم خیلی شلوغه و نیاز دارم که یه ذره از من حمایت کنید که ها کانالم برسه به درآمد، که یه ذره از نظر مالی ساپورت بشم و بتونم یه ادیتور کنار خودم بگیرم که یه سری از ویدیوهای منو ادیت بزنه که به حال محتوای قوی تر به شما ارائه بدم که بیشتر لذت ببرید. به هر حال خیلی دوستتون دارم، تا یه دیگه خدافظ.